و واقعا لایق این همه توجه نیست، اونم فقط به واسطه لابی و ای بابا نمیخواستم حرف بزنم، ای دیگه الان آدم حرفایی میزنه که بعدا بر علیش استفاده میشه، ولی به هر حال حقیقت دیگه لابی. شما امیر تتلو، حالا درست نیست اینا رو بگم، شما شادمهر عقیلی، شادمهر عقیلی الان ایران بود، امیر تتلو الان ایران بود، آقای ایکس ایگرگ مجوز داشت، آقای یاس، آقای فلانی، اون وقت آقای ایکس، ایکس به توان دو، حالا ایکس رو کی گفت، فروش بیستانسش رو داشت، مثلا یه نفر میره وقتی شادمهر باشه، وقتی تتلو استادیوم پر کنه، تو میتونی، بچه ها میدونم که این حرفا رو نباید میزدم، حالا کاتش هم نمی کنم، چون که حرف غلطی که نمیزنم و پای حرفم هم ایستادم. یه چیز، من که خودم سلطان آنالیز و فنی ام، بیا فنی من بگو این گامی که داری استفاده میکنی این حس رو منتقل میکنه، این ترانت این کار رو داره میکنه، قیافت اون کار، یه حرفی به من بزن، من اوکی اصلا میرم اون حذفش میکنم اول. همین جوری که نمیشه که، ولی میشه تو کشور ما میشه، و منی که الان باید وسط کنسرت میبودم الان خیلی خوشحالم برای شما ویدیو میگیرم و من باعث شده که کلی دوست جدید پیدا کنم، ولی بچه کار من این نبود. از البته اینا بهتون میگم هر کنسرت ازات گرفتاری داشتم و فکر نکنید همینجوری آسون بود، 40 بار 40 بار 50 بار 50 بار میرفتم، کما اینکه همین الان بهتون میگم 20 بار رفتم. حالا دیگه بچه اصلا ویدیو رفت به یه سمتی، ببخشید دیگه، حالا شما رو حتما ناراحت کرد. دوستان خوبم سلام، من شهاب صادقی هستم و به کانال من خیلی خوش اومدین، خیلی خوشحالم که ویدیوهای یوتیوب براتون میگیرم و این همه آنالیز و ریاکشن با هم دیگه میکنیم و کلی با هم دیگه چیزای جدید یاد میگیریم و از این که میبینم تونستم کلی انتقال تجربه و دانش بهتون بکنم به خودم افتخار میکنم. بچه ها گفتین که چرا همش تتلو میذاری، چرا همش حسین میذاری فلان اینا، دیگه همونطور که میبینیم امروز دارم براتون آرتیستای جدید میذارم. یاس سفارشی، یکی دو سال پیش فکر کنم اومد، حدس میزنم چند سال پیش بود، بعد شعب مظفری نمیدونم گفت سلام یاسی نمیدونم چطوری نهار چی میخوری فلان اینا، جواب داد، آهنگشو نشنیدم، فقط اون موقع خیلی گل کرد، یادمه که میگفتم مثلا این آرتیستای پاپ و تهیه کننده و اینا رو کوبید. حالا من چون خودم مثلا فراری ام واقعا از این موضوعا، نرفتم که گوش کنم و انرژی منفی بگیرم، ولی حالا الان دارم میخوام که با هم دیگه گوش کنیم، بررسی کنیم حالا لیریک و میریک و محتوای موسیقی و اینا. کلاً به من ترکی پیشنهاد بکنین که موزیک زیاد داشته باشه که بتونیم با هم خیلی کارهای باحالی بکنیم. نکته خاصی نیست، فقط این که منو لطفاً سابسکرایب کنین که با هم دیگه خیلی زود بشیم 100,000 تا، 80,000 بیشتر فاصله نداریم. به هر حال که میریم و با هم خیلی بدون مقدمه گوش میکنیم و ترک رو کامل با هم بررسی میکنیم و حال میکنیم. بریم. ساعت ثانیه وار راه تو قافیه، امید به باقی راه واسه گوشت ساقی نا بیرامون آش. همینجا باید میسنیم. یه گروهی بود دوتا دختر بودن این هایپا، یادمه که دو سه سال پیش اینستا لایو تدریس میکردم، بعد هایپ خوردم یا ویتامین سی بوده من موقع چی بود، گفتم سلامتی، بعد داستان شد چایی بود، بچه دیگه سلامتی سلامتیه دیگه، حالا چای اصلا نمیشه شما مثلا چای بخوری سلامتی، حتما بعد یه اتفاقی بیفته که سلامتی سلامتی سلامتیه دیگه. آره الان گفتم که الان روشن کرده بودم داشتم، آره واقعا شر شده، یعنی کار به داستان مجوز و وراثت و اینا کشیده بود، گفتم آقا یعنی چی من چای نمیتونم بخورم سلامتی، حتما بعد یه چیز بخوزی دونشون، من که دارم میگم چای، الان یعنی هایپ، آقا هایپ هایپ نیست در واقع، نوشابه انرژی اسمش چیه نمیدونم، چون که واقعا خسته شدم از صبح داشتم کار میکردم و خرید و اینا، من اصلا یادم رفت داشتم چی میگفتم. خب بریم. آها اون گروه دوتا دختر بودن قدیم، نمیدونم یادتونه شما 25 سال پیش اینا، تتو دوتا دختر بودن لباس سفید پوشیده بودن، بارون میبارید تو شهر بازی بودن، بهم بگین اسم ترکش چی بود، این اینسترومنت با این میکس و مستر پیانو رو داشت، نمیخوام بگم این کسا، نه که کپی که هیچی، میخوام بگم اون فضا رو داره تعمیم میکنه، دررم یادم نمیاد اصلا آهنگشو، این فضا مال اون فضا چقدر فضای دارکی بود، نوتاش چی بود بچه ها، خیلی فضا سازیه عالی بود، امید به باقی راه واسه گوشت ساقی نا بیرامون آشیه پر پیام تو قافیه گم آماده راهی ریورب ایکیو پیانوش همون پیانوه
چه گامی هستی؟ دو مینور، دو دیز مینور. و گفته؟ با پیانو این چقدر شاهکار شد، چه فضایی تامین کن واسه وکال. اوف، اصلا حال میکنه آدمو. چی شد؟ پیانو پشت یکی بسته پیانو با اکسنتو رو واسه گوشت ساقی نا اینجوری میزنه یه تاچ ملو نگه بکوبه شاییم دو مینور دو دیز مینور بود گفتم بله دو دیز مینور دو دیز مینور البته گامیه که این آهنگ خب من لیلیکش میدونم که راجبه همین داره اعتراض بود فکر میکنم ولی دو دیز مینور افسوس و ندامته یادتونه بهتون میگفتم پیپرهای شوبرتو افسوس و ندامت شاید هم گوش کنیم افسوس و ندامت بشه ولی واقعا فضا رو میبینی افسوس و ندامت رو دارد این شوبرت عجوبه بوده بچه اون داکیومنتی که دارم راجعش صحبت میکنم اگه به دستتون برسه یه جواهره ها که هر گام چه فضایی داره میبینی این واقعا این فضا رو داره تعمیم میکنه برای وکال راشیه پر پیام تو قافیه گم آماده راهی عمق یه استعداد ذاتی بم و... چه صدایی هم داره ها این زبونی که میزنه خیلی به دل میشینه اصولا نباید به دل میشینه بشینه ولی میشینه ولی مال یاس نه که خیلی مثلا مؤدبه هر کاری میکنه آدم حال میکنه باش یه از صبح تا شب میتونه ریاکشن بکنه بعضیا هستن که اصلا شما مؤدبی ولی چی بگم بشه ملکه ذهنی که پر خش و ترکه بگم همه چی خوبه کلک مرهم زخم تو نمکه میره به تیرگی این مترونوم آروم تو مغ این آهنگ باید با ولوم تا سیستم خفن گوش کرده بذار ولوم زیاد کنه آره خیلی خیلی باحال خیلی باحال تو عمیق اپیدمی مترونوم پایین وکال پایین انتخاب به جای گام فراتر از اون بحث شوبرتو موبرتو اینها شما اگه یه بارم تو یکی از ترک های حسین براتون دوزیدم هرچی که من بیام پایین تر گامو خب صدام زیرتر میشه برم بالا بمتر میشه جای بسیار مناسبی انتخاب کردم متناسب با لیریک متناسب با جنس صدا بزن نمک و بریزم و الا بعد این شب و سپیدنی نه چشو بستم تو اوج فکر چش من باز و پشت پلک میشینم کنج ذهن به انتظار یه موجزه کله به رقم گرم یک صفر رقم گرم چی شد؟ درجه 6 آکورد یادتونه درجه 6 آکورد من در مورد خودم این جمله از نظر فنی باید اصلاح بشه بعد بگی که نوتای گام مینور رو بچین درجه 6 چی شد اونو کوردشو بردیار در بیار ماژورش کن این جمله درستشه ما الان تو دو دیزیم درجه 6 میشه لا ملودی رو نمیخوام عوض کنم میخوام بمونه میزنیم اقعا ببینید چه فضایی طوری شد انو دو دیز ایم ها دو دیز به انتظار یه موجزه کله به رقم گرم یک صفر عقب گرد همینو نمه میرم تا اون جایی که دست خواب یه هو یقم کرد ولی دیگه نمیذارم که بازم بگذره شک میزنم خوابم بپره دو دیز هر چقدر که حالم بدتره کارم بهتره اونی که تا طول آفتاب بیداره کم میخوابم میگیریم دیوونه میشین شما بچه ها فضای آکورد اگه درست تعمیشه شما رو از خود بی خود میکنه ها ولومو تو ته زیاد کنین این آهنگو هدفون خوب بگیرین گوش کنین اصلا آکورده که عوض میشه اصلا میخوای خودتو جر با جر کنی انقدر که میریزه آدمو به هم موسیقی کارش اینه ها حالا یه روزی براتون صحبت میکنم که فرکانس های نوتا چی کار میکنه با بدن اصلا خلوچل میشین اگه ببینی من دارم راجع به چی ها صحبت میکنم و داری میبینی فضای درست ببین چه حسی به آدم منتقل میکنه چون خواب خواب میاره از در دیوار خونه داستان زیاد کنیم عشق کنیم واسه داشتاد میخوانت نظر خیت شدیم بزنی و دو ساعت تعریف کردیم آن کلیپه طالب فهم کردم ام پی 3ه حالا بعد یاد دارم کلیپش بعد نمیدیم بزن یه چه خبره چون کلیپ اینطوری ها ام پی 3 نداره احتمال می به
حالا نمیخوام کلیپشو ببینم، حسی که از امپیتری میگیرم و فدای کلیپ بکنم. نگام به اون گوشه، دکمه یه لکه خون روشه، برو فشارش بده، شهر رو با حرفات باز به چالش بکش. تو نگاه توی چوب خوش، بی آب و خاک ولی رو به رشد. نگاه میکنم به دور و ورم، میکروفون رو میگیرم توی مش. من آسمان و سقفم میبینم، پای کار تو خلوت میشینم، تازه ها رو تو دفتر میچینم، واژگان رو کلت میگیرم. به به، چه لیریک، چه اکسنت، به به. ایرانیست پدر رپ ایرانه، یا اون هیچ کس بود؟ خلاصه نمیدونم پدرشه مادرشه، ولی واقعا حالا نمیدونم، اون یه لقبی داشت یاست، ولی هر لقبی که داره برازندشه خیلی خفن. میدونم آقا حیف بود این اکسنت وکال نشنوید. من آسمان و سقفم میبینم، من آسمان اکسنت، یعنی اون استرسی که رو واژه میده روی وکال، معلومه که بسیار خوب ریکورد شده با حس. با یه کار تو خلوت میشینم، تازه ها رو تو دفتر میچینم، واژگان رو کلت میگیرم. واژگان رو کلت میگیرم، بله ایهامو داشتی؟ جنگ نرد مگه نه، فکت رب فکت لخ متفکرم، خشک هنجرم پشت پنجرم. نزد چرا نمیزنه؟ اصلا خورد شد جایی که باید بزنه لکنت افتادم، جایی که باید بزنه الان باید میکوبید این یارو کیکو بیسو. چارچوب و غالبا، غریب و آشنا، من رو خاک ریز باورام وایستادم. دند نرم کافما، چارچوب و غالبا، غریب و آشنا، من به خاک ریز باوران وایستادم. جای خون میلونستم، نونو میکشیم میلونستم، جالب اینه که چه ببری به بازی بلدم بگن میدونستم. تنه ی دشمن تنه ی دوست، جا خالی میدم من همه ی روزی، ماجرا ادامه داره تو زمانی که بشی آفتاب لبه ی بوم. هر روز بی هستر پره ایده ولی بی بستر، مگه میشه تو بتونی جا بدی تمومه. بای بای سیم بچه، همینجور روش بداهه بزنم این فضای دیمی فریجیانو. ببری به بازی بلدم بگن میدونستم. تنه ی دشمن تنه ی دوست، جا خالی میدم من همه ی روزی، ماجرا ادامه داره تو زمانی که بشی آفتاب لبه ی بوم. هر روز بی هستم بره ایده ولی بی بستر، مگه میشه تو بتونی جا بدی تمومه آب دریا رو توی استخ. عصبی لبیز حرارت، نمیگم انگیزه ندارم، وقتی که هنر رو زمین زدن من باید از دست و پا سنگیزه درارم. در حال عبور از گله گوشتای مریض افونت کرده، مارکت بی داستان پس هنر ایران شده میراستار. در تنگنای نفرتم به غلطت شدید، یارب مبادان که صدا معتبر شود، صدایی که یک سال از صفر صد پله مرتفع شود. به به آقا چه خبره، اصلا خول شده. بینیم اقا جای خون میلول سم، نونو میکشیم میون سنگ، جالب اینه که چه ببری به بازی بلدم بگیم. خیلی آهنگ بچه ها، اصلا راستش ویدیو طولانی میشه، من میخوام زیاد حرف بزنم، فقط میتونم بهتون بگم اصلا دیوونه شدم خودم. آهنگ خیلی خفنه. تنه ی دشمن تنه ی دوست، جا خالی میدم من همه، فقط به خاطر این انتخاب صحیح گام و مده ها و این میکس فوق‌العاده، این ایکیو عقب، ریورب زیاد، بسته پیانو و اون اکسنتی که تو ریکورد پیانو انقدر دقت شده که با تاچ ظریف بزنم و این وکال خوش تاچ. یه روزی ماجرا ادامه داره تو زمانی که بشی آفتاب لبه بوم. هر روز بی هستر بره ایده ولی بی هر روز بی هستر بستر، مگه میشه تو بتونی جا بدی تمومه آب دریا رو تو استخر. مگه میشه جا بدی تمومه آب دریا رو تو استخر. عصبی لبریز حرارت، نمیگم انگیزه ندارم، وقتی که هنر رو زمین زدن من با. حالا ببین، نمیخوام برم تو فاز منفی ها، ولی این دردی که ایشون صحبت میکنه حالا مال آرتیست های رپ هن بچه ها. یه چیزی حالا که دیگه اصلا صحبتش شد بذار بگم دیگه، حالا که دیگه حرفش شد بذار بزنم. ماها آرتیست های متال از همه بیشتر خوردیم. ببینیم بچه الان یاس چند سال داره کار میکنه؟ 20 سال اوکی، 25 سال اوکی، من چند سال دارم کار میکنم؟ 20 سال. موزیکی که موزیک
نه مثلا 20 سال برم گیتار یاد بگیرم، نه 24 سالگی گیتار یاد گرفتم. از سال 1381 اولین کنسرتمو دانشگاه علم و صنعت دادم، اگه کسی تو فالوورام یادش باشه. و بعد همینجوری دیگه هی بند. بعد از سال 1393 مجوز رسمی گرفتم، بعد دیگه معروف شدم مثلا تو متال و این. از وقتی معروف شدم کار خیلی سخت شد دیگه، با هر مجوز با 1000 مکافات، که الان 3 سال مجوز دارم میدونم دنبالش، از جمله همین 7-8 ماه اخیر به همه میدم به من نمیدم. قبلش هم به همین ترتیب بود دیگه، همیشه با سختی بود. حالا چرا میگم ما از همه بیشتر سختی کشیدیم؟ فقط که صحبت من نیست، من دارم راجع به ژانر متال ایران صحبت میکنم و کلی از همکارام، که همینا باعث شد که ما خیلی بینمون نفاق بیفته. یعنی من خیلی از درون راک و متال ضربه خوردم. چرا؟ که وقتی خفقان باشه، مثلا شما با 1000 مکافات هم اگه مجوز کنسرت بگیری، بقیه دشمن، آقا این باز چی گرفت، این چجوری گرفت، نکنه این به جای وصله، نکنه این فلانه. آقا آزاد کن، بذار هممون کارمون رو بکنیم، ما همه گیتاریستیم، ما نوازنده ایم، ما خواننده ایم، ما موزیسینیم. حالا چرا دارم میگم ما از رپرها بیشتر خوردیم؟ رپر خیلی فن داره بچه‌ها. الان شما دارین میبینید یاس 7-10 میلیون فالوور تو اینستاگرام داره، اون یکی نه 5 میلیون، 4 میلیون، 10 میلیون. ما هم الان مثلا آرتیست جز بهترین های، حالا تعریف تمجید نمیخوام بکنم، اما دارم مقایسه میکنم، اصلا من بدترین، بالاخره من جز مطرح ترین هام دیگه، حالا اصلا من از همه بدتر، ولی از همه بیشتر فروختم، اصلا شما از همه کمتر. من 25000 تا فالوور دارم. میخوام بگم بحث فالوور نیستا، بحث اینه که ما نه کسب درآمد کردیم، ما نه ژانرمون ژانر پرطرفداریه که بگیم آقا اب نداره واسه پول در آورد، در واسه ویدیو یوتیوب میذاره مثلا 2 میلیون ویو مثلا 20000 دلار، نه هیچی، نه ساپورت مسئولین، نه ساپورت جامعه، نه هیچ. حالا من مثلا ارتباطی شاید به این آهنگ نداشت، ولی بالاخره کار به شکایت شکوه و شکایت برسه، ماها واقعا خیلی همون افسرده شدن تو ژانر رو. بچه حالا زیاد حرف نمیزنم که شما رو خسته نکنه، شاید اصلا به شما ارتباطی نداشته باشه، من بخوام یه منفی به شما منتقل کنم، شما شاد و خوشحال باشین و بکوبین و بتازین و با نهایت انگیزه و انرژی، ان که شما همه رو منفجر میکنین. باید از دست و پای سنگ ریزه درارم، در حال عبور از گله گوشای مریض و عفونت کرده مارکت بی داستان. ولی خب برای ما درد دیگه. من به شما اولم گفتم من یکی دو سال پیش شنیدم که گول کرد، یکی دو سال پیش گوش ندادم، نمیرم سمت این که اصلا شکایت به گوشم برسه، حتی خودم به خودم بکنم، که همین فول انرژی بمونم با هر سختی بکوبم. همین الان که دارم با شما صحبت میکنم که میدونین من الان ایران نیستم، همچنان دنبال مجوز هستم و با 10 بار دیگه هم باشه برمیگردم دنبال مجوز، دوباره میام میرم تا بگیرم. وارد این وادی اصلا نمیشم، ولی درده واقعا. یعنی ما جوونیمون رفت، حالا دوباره نمیخواستم قور بزنم، شد دیگه آقا دیگه خداییش ایران شده میراثدار، در تنگنای نفرتم و غلظت شدید، یارب مباد آن که صدا معتبر شود، یارب مباد چی؟ و غلظت شدید، یارب مباد آن که صدا بله آن که صدا معتبر شود. معتبر شود دلالت داره به چی؟ بله به آرتیست های پاپ ما، پاپکی برخیشون، البته اغلبشون، البته باز نمیخواستم حرف بزنم. آره آهنگ کپی، کپی پشت کپی، پاپ ایران واقعا در بیکفیتی محض به سر میبره و واقعا لایق این همه توجه نیست، اونم فقط به واسطه لابی و ای بابا نمیخواستم حرف بزنم. ای دیگه الان آدم حرفایی میزنه که بعدن بر علیهش استفاده میشه، ولی به هر حال حقیقت دیگه، لابی و همچنین اون تسلط تهیه کنندگان بر بله که به خورد جامعه میکنن و بقیه محروم، بقیه همه جلوشون رو گرفتن، فقط اینا حق دارن، اونا هم کپی، هنر صفر. بعد دیگه خودتون بهتر میدونین دیگه، دیگه همتون هستین تو این مدیا و کنسرت ها و پلی بک ها و کپی ها و اون وقت امثال اینا برشت قور نزن معتبر شود. من خود خواننده رو کاری ندارم و خیلیشون دوستامن، من با اون سیاست حاکم بر این مجموعه کار دارم، اون تهیه کنندگان و غیره، که صدایی که یک سال از صفر صد پله مرتفع شود و به دینسان موسیقی هنر از زیر و بیخ و بن فلج شود. بله میزنیم اول
افسد پل مرتفع شود دان که صدا معتبر شود صدایی که یک سال از صفر بله صدایی که یک سال از صفر تا صد بره آره دیگه صد پل مرتفع شود و به دینسان موسیقی ها میشناسین دیگه مثال که نمیارم میشناسین تو مارکت ایرانی هنر از زیر و بیخ و بنفلش یکی دوتا هم نه کلی میشناسین من دوباره تکرار میکنم با خوانندش کاری ندارم انشالله اونم بهتره کنه هم ولی چرا ماها نه چرا نمیذارم ماها بریم من با خوانندش کاری ندارم من نمیگم اون چرا داره اون کارا رو میکنه و با اون داره پول در میاره اون داره نمیم فلان میکنه اون داره هنرش رو ابراز میکنه اصلا داره یا نداره من میگم آقا بستر رو اصلا همه فراهم کن شما بستر رو باز کن شما امیر تتلو حالا درست نیست اینا رو بگم شما شادمهر عقیلی شادمهر عقیلی الان ایران بود امیر تتلو الان ایران بود آقای ایکس ایگرگ مجوز داشت آقای یاس آقای فلانی اون وقت آقای ایکس ایکس به توان دو حالا ایکس رو کی گفت فروش بیستانسش رو داشت مثلا یه نفر میره فقط شادمهر باشه وقتی تتلو استادیوم پر کنه تو میتونی بچه میدونم که این حرفا رو نباید میزدم حالا کاتش هم نمی کنم چون که حرف غلطی که نمیزنم و پای حرفم هم ایستادم عجب ترکی بود نمیخواستم برم سمت این ترک اینطوری بگم که 99 درصدش سیاسته 1 درصد ما بقیش لیاقته 99 درصدش سیاسته 1 درصدش لیاقت مغزاک بند شلگو و دو حالا چرا اینقدر معترض شدم یهو چون که جوونیمونو گذاشتیم دیگه میدونی شماها اغلب سنتون پایینه من به شدت بهتون انرژی و انگیزه میدم و بکوبین انشالله که شما منفجر میکنین ولی ما الان که دارم با شما صحبت میکنم من به جن که الان گیتار دستم داشته باشه آنالیز کنم این ترک رو من اومد وسط کنسرت هم میبودم شما کنسرت های منو سرچ کنین من تا بلیت فروشیم باز میشد یه ساعت بعد ماکسیموم کنسرتم سولد اوت میشد ولی نمیذارم آقا من مشکلم چیه من بارها رفتم ارشاد آقا ما مشکل من چیه نه آقا ما به راک نمیدیم آقا این راک به راک نمیدیم یعنی چی شما گاهی شب صادقی شما میگه فلان مشکلی قیافت کج کله است من آهنگت کج کله است یه چیز من که خودم سلطان آنالیز و فنی ام بیا فنی من بگو این گامی که داری استفاده میکنی این حس رو منتقل میکنه این ترانت این کارو داره میکنه قیافت اون کار یه حرفی به من بزن من اوکی اصلا میرم اون حذفش میکنم اول همین جوری که نمیشه که ولی میشه کشور ما میشه و منی که الان باید وسط کنسرت میبودم الان خیلی خوشحالم برای شما ویدیو میگیرم و من باعث شده که کلی دوست جدید پیدا کنم ولی بچه کار من این نبود از البته اینم بهتون میگم هر کنسرت از آره گرفتاری داشتم و فکر نکنی همینجوری آسون بود 40 بار 40 بار 50 بار 50 بار میرفتم کما اینکه همین الان بهتون میگم 20 بار رفتم حالا دیگه بچه اصلا ویدیو رفت به یه سمتی ببخشید دیگه حالا شما رو حتما ناراحت کرد دو تا کار شد از پای الگو یه سیم به میکه سیم پای گلدون فقط یه هیت چیپ را پل بود تیریبونو گرفت تو دست جولان داد یک شبه کشید بالا دلار وار لب و دهن فقط شعار داد تو عمل فقط رقم شمار کارت و گل بگیرن در مارکتی رو که اینا واسش بشن سکان دار بله گل بگیرن علالتون. سلامتی بلا به دور مدیره یه سال شیرت و میدوش نیش زبون بله شنیدی من البته کامنتی به خواننده ها ندارم و ایشون میگه آقا نوش جونت دمت گرم رفتی حالا تایکننده یه ساله شیرتو میدوشه و بله حالا کاری نداری من اصلا وارد این عرصه صحبت نمیشم که چه قراردادی و جلوت میذارن که جلوی منم گذاشتن دیگه که همه چی بر علیهت انقبت میدن انقدر ازت میگیرن این اصلا وارد این عرصه نمیشم یه من خودم کامنتی به خواننده ندارم کامنت من خیلی بالاتر از این حرف است اونم طلا بدون این طرف متد کارو کسبینه البته اصلا بچه صحبتش الان نمیخوام بکنه شما نمیدونین که چه چیزی پشت این پرده این تهیه کننده اون قرار داده است حالا درست نیست که اینا رو بازگو کنم و شفاف کنم ولی خیلی یا خیلی ضربه های بزرگی خوردن اصلا چه ترکی بود چه مرضی شد
که تو رو فروخت و بارو بست، اون ور قصه یه داروغ است، می نویسی و میذاره پارو دست رو که استخون عاشقا، جغدشون رو بوم شاعرا، ساس کوک با دخل و خرج کاسبا، پس کل هم تو پول ماجرا، فقط آب نبات گوشت و باجه ها، ما در جست جوی روح واجه، ولی مهر و موم روی نامه ها که میگه جا نداره خونه واسه ما، داد میزدیم و رئیس کر بود، زهر کلمه غلیستر شد، ما بچه ترد شده خونه ایم که مسیرش از همه تمیزتر بود، نمیخوام دل شاد کنم. بله جمله رو شنیدی؟ خونه واسه ما، داد میزدیم و رئیس کر بود، داد میزدیم و رئیس کر بود، کلمه غلیستر شد، ما بچه ترد شده خونه ایم که مسیرش از همه تمیزتر، مسیرش از همه تمیزتر بود. گرفتی؟ آره این جمله برای ما درده دیگه آقا. والا ما شیطان پرست نیستیم، به قرآن که از اونا بیشترم پرستیدیم، بیشترم کار خوب کردیم. من نمیخوام بکنم و ما رفتم ارشاد گفتم که آقا مگه شما نمیگی من ما مثلا راک و متال نمیدونم شیطانی فلان. آقا من 5 تا زندانی آزاد کردم، من 4 ساله که کار خیریه میکنم، چند میلیارد، برو تو صفم نگاه کن ببین، یه استوری بچه شما هم برین نگاه کن، اینستاگرامم پایین گذاشتم که برین ملاحظه کنین. حالا نمیخوام بگم ها، ولی دیگه درده دیگه. گفتم که آقا برو اینستاگرام منو ببین، تو استوری بالا کمک رسانی 1 تا 500 استوری شما میبینی، من رفتم این همه کمک کردم، شما کردی خودت 1000 تومن دادی، حالا ما بعد تو خوبه در بود، نمیخوام دل شاد کنم، نیومدم که ارشاد کنم، وظیفه منو اصلا همینه که مغز هنر بی مغز رو ارشاد کنم، مایتو ساختی با مال کشی، پایتو باختی با کار یه شی، وقتی میبینی نستت باگه جزه تو کل فقط استلاکی، ثروت شهرت شهوت مرد کدومش تو رو دعوت کرد، من که هوادار هر سشم ولی تو موسیقی پی ارزشم، صدات این روزا تو من که هوادار هر سشم ولی تو موسیقی پی ارزشم، صدات این روزا تو گوش بره، مارکت میخواد تو گوش فروش کنه، اسم عجیب غریب بذار رو آلبوم که به همین واسطه فروش کنه، تو یه لقمه بودی یه ناجی دیدی با یه رخ لوتی. بچه ها عجب متن بلند و موثری، جمله به جملهش برای اونایی که درکش میکنن درد محضه. نباید این ترک رو گوش کنیم، یعنی من خودم 70 سی به نفع اون، یعنی جز این که اندوه وجودمو بگیره و اعتراض، چون من راهی که خودم انتخاب کردم فقط تلاش نه اعتراض، یعنی منو دهنم رو سرویس کردن ولی گفتم اب نداره اونقدر میرم تا بگیرم، ولی واقعیت چیز دیگه ایه، همین درد جوانی و سوخت جوانیه. صدا بلبل با مخ توتی، مدیر تو رول میانجی، بین تو و حقیقت و دیوار چید، تو خودت نرو به خودت بیا، از خواب زمستونی بیدار شی، میشینی تو حصار شیک، هنر تو حساب جیب، چطوری میتونی ستاره شی، تولید اثر سفارشی. آها چطوری میتونی ستاره شی، تولید اثر سفارشی، اصلا وارد نمیشم اونقدر دیگه، هر یه چیزای دیگه بگم دیگه اصلا، خب من که اینجوری اینقدر اینجوری حرف نمیزنم که، من اونجوری حرف میزنم، یا حرف نمیزنم بزنم یا میبینی یه اسمم میارم و دیگه بیا درستش کن. حالا به قصه اینجاشه، چی درسته که این باشه، هر کس هر چقدر که دیدگاشه، فرش قرمز دنیا زیر پاشه، دند نرم کاسه با چارچوب و غالبا، غریب و آشنا، من رو خاک ریز باورام وایستادم، من رو خاک ریز باورام وایستادم. بله چارچوب و غالبا، بله غریب و آشنا، من رو خاک ریز باورام وایستادم. اینجوری دیگه خلاص، حرف خاصی برای گفتن ندارم دیگه بچه، دمتون گرم، مرسی که
امیدوارم که تا آخر ویدیو با من همراه بوده باشین. ولی شما سمت این ترک ها زیاد نریم. آره، با همه این اوصاف باید جنگید و تلاش کرد و ناامید نشد. همین، دمتون گرم، موضوع خودتون باشه، خدا نگهدار.